سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که در این ساعت با ما هستید در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. چون پنج شنبه های دیگر در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم با آخرین خبرها و رویدادها در عرصه کارگری ایران. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای منصور حسانلو، فعال کارگری سندیکایی در نیوجرسی آمریکا. با همراه با آقای حسانلو بررسی خواهیم کرد آنچه را که در روزهای اخیر در عرصه کارگری ایران روی داده است. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حسانلوی عزیز، منصور خان حسانلو، سلام به شما در نیوجرسی. همچنین سلام به شما همکاران و بیننده ها و مردم زحمتکش و تحت فشار میهنم، روز شما بخیر باشه. ما آرزومند هستیم، امیدوار هستیم روزی خیلی زود بتونیم وقتی برنامه رو شروع میکنیم با خبرهای خوب شروع کنه. من ندیدم حقیقتش، خیلی هم دلم میخواست چند تا خبر خوب داشته باشیم، بگیم این زندانی آزاد شدن، حقوق کارگران در واحدهای صنعتی افزایش پیدا کرد، بیمه‌های درمانی چنین شد. من ندیدم شما خبرهای خوبی ندارید به ما بدید. من به واسطه مسائل تشکیلات کارگری، اینطوری که از اخباری که به من رسید از سندیکاهای مختلف و خبرگزاری های رسمی، تنها خبری که یک مقاومت بزرگ کارگری وارد 19 و امروز که الان هستیم 20 روزه این مقاومت شد. کارگران معدن سنگ آهن بافق یزد 20 روز است که یک اعتصابی رو سامان دادن و هنوز دارن مقاومت میکنن در برابر توطئه و پروژه خصوصی سازی که در اصل خودمانی سازی هست، که معادن، کارخونه ها و تمام بنگاه های اقتصادی ایران رو به بهانه خصوصی سازی در اختیار عوامل حکومتی قرار میدن. تیشه به ریشه زندگی و تولید و حتی به نوعی تجارت و صنعت زده و این مقاومتی که امروز وارد 20 روز خودش شده از سوی کارگران معدن بافق، معدن سنگ آهن بافق، در جهت جلوگیری از خصوصی سازی بیبند و بار و از بین بردن بیمه، سوابق کار، قراردادهای رسمی کار و سنوات خدمتی کارگرا هست که من آرزو میکنم که دیگر مبارزین و سندیکاها و نهادهای کارگری داخل کشور، حداقل اونایی که استقلال دارن، به حمایت از این کارگران معدن بافق وارد عمل و پشتیبانی بشن. 20 روز مقاومت اعتصابی خیلی کار سختیه در این شرایط و بدون کمترین پشتیبانی. و این نمونه‌ای که الان در رابطه با معدن بافق صحبت میکنیم، نمونه دیگه میتونیم از بسته شدن کارخونه ذوب‌آهن اردبیل بگیم که 280-290 کارگر اونجا کار میکردن و طی ماهای گذشته بارها حقوقشون عقب افتاد و نهایتاً متاسفانه میبینیم که الان کارخونه رو بستن 3-4 روز پیش کاملا کارفرمایان بخش خصوصی، و کارگرا موقع برای مراجعه به کار رفتن دیدن در کارخونه بسته است و سرنوشت آینده اونها و اشتغال اونها و بیمه و ادامه مسائل زندگی اونها عملا در سوال و ابهام فرو رفته. این روشی است که الان بنا به گفته حتی بیانیه‌ای که سندیکای فلزکار مکانیک داد، که حکومتیان
با بستن کارخونه ها و مراکز تولیدی میخواهند این معادن سرشار از سنگ آهن و این کارخونه های سرشار از کار رو تعطیل کنند تا با واردات آهن یا واردات حتی سنگ آهن به نوعی بتونن باز هم سود بیشتری از بیزینس و دلالی بین المللی ببرن و هیچ توجهی به زندگی مردم و تولید داخلی و صنعت ملی ندارن. و مثل این خبرهای دیگه هم هست در رابطه با معدن غرب مازندران که اونجا هم 4000 کارگر کار میکردن و این هفته اون معدن رو هم تعطیل کردن. آقای اصال ببینید در این مواردی من این از احترام همه ما برای کارگران کم نمی کنه، اما در واقع برمیگرده این حرف کارفرمایان یا دولت جمهوری اسلام در مواردی دیده میشه که با کارگران ایرانی مثل برده رفتار میکنه. یعنی در ایران کارگر حقوقشو نمیدن، اگر در بدترین شرایط کاری مشغول کار هست ایمنی کار نداره، توجه نمیکنه کارفرما. اگر هم زبان به اعتراض گشود، آمد و گفت حقوق منو نمیدید، حقوق منو باید بدید چون اگر حقوق عقب مونده یا هرچه، به زندان میره، شکنجه میشه. سیستم رفتار با بردگان همین بود که ما گوشتیم. مختر اینو پناهی چون این کارگران کجاست آقای حسان؟ فکر میکنم الان اگر همینطور که شما گفتید کارگرانی که وارد اعتراض میشن و به نوعی درخواست سازماندهی میکنن و میخوان شرایط رو تغییر بدن، هزینه زیادی متحمل میشن. متاسفانه خلط مبحثهایی میشه که حتی کارگرانی رو که به نوعی به یک گروه سیاسی میبندن از حیطه کارگری میخوان خارج کنن و این هزینه سنگین رو به کارگرا تحمیل کنن. از جمله خبر مهمی که هفته گذشته داشتیم اعدام آقای غلامرضا خسروی بود که یک کارگر باسواد صنعتی در بخش‌های پروژه‌های به اصطلاح نفت و پارس جنوبی و راه اندازی پالایشگاه‌ها و بخش‌های مربوط به پتروشیمی بودند که ایشون رو فقط به صرف اینکه به یک تلویزیون کمک مالی کرده بودن بعد از 6 سال زندان بی‌رحمانه اعدام کردند. و یا درباره آقای حسن تفاح وکیل مدافع کارگران که ایشون با 80 و چند سال سن هنوز در زندان رجای شهر است، ایشون رو ضرب و شتم میکنن موقعی میخوان ببرن بهداری، اساسشو بهش نمیدن، دستبند و پابند میزنن فقط به صرف اینکه ایشون مدافع کارگرا بوده و به جرم همین مسئله که ازش خواستن بیاد کارهای غیرقانونی کنه در رابطه با تحریم نپذیرفته و الان شرایط بسیار بدی پیدا کرده با سرطان خونی که در زندان داره و به بیمارستان و مراکز درمانی نمیبرن و داروهایی هم که براش خانوادش بردن بهش نمیدن. از جمله یکی دیگر دوستان ما آقای ماشاءالله حائری است که با خود من همبند بودن در زندان رجای شهر. ایشون هم دچار کما شده تو زندان رجای شهر و 20 روز نمیتونه حرف بزنه و در بیمارستان دی بردن بستری کردن، بعدم برگردوندن بدون اینکه هیچ به اصطلاح امکان پزشکی در داخل زندان فراهم باشه براش. اگه بخوام من لیستی به شما بدم، همینجور آقای رسول بوداغی، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد داوری، سید محمود باقری که اینا معلم هستن، چند تاشون چند تا دیگه کارگر و همه اینا سختی تحمل زندان میکنن. نشمت الله تبزل. ولی منظور من شرایط ضد انسانی که با کارگران شاغل حتی در مواردی رفتار میشه. کارگران شاغل هم که دیروز گزارش ها رو دیدید دیگه، خود ایلنا گزارشگر دولتی اینو مطرح کرده سایتش که الان در بسیاری از فروشگاه ها و کارگاه های کوچیک و حتی خدمات متوسط به خصوص بخش خدماتی زنان و دختران رو استخدام میکنن با حقوق بین مایی 80 تا 150 هزار تومان بدون بیمه و بدون قرارداد و فقط شفاهی و مایی 80 هزار تومان تا 150 هزار تومان با توجه به گرانی ها
و نرخ تورمی که حداقل دستمزد باید 2.5 میلیون تومان باشه از بردهداری نوین هم والا بدتر و وحشتناک‌تره، بجز اون که در بسیاری از این مراکز یا محل کار کارفرماها درخواست‌های غیر انسانی و مسائل دیگه هم از این زنان و دختران کارگر که در این بخش‌های خدماتی یا به عنوان فروشنده یا تلفنچی اینا کار میکنن دارن. این گزارشی است که دیروز هم وسیعاً منتشر شده بود از گزارشگرانی که تهیه کردن و سندیکای فلزکار مکانیک هم در بخش خبرهاش منتشر کرد اینو. یا اگه بخوام براتون بگم باز از کارگران به اصطلاح رفتگر گیلانی که اونها هم شرط سختی دارن و حتی حقوقشون رو 2 ماه به 2 ماه 3 ماه به 3 ماه نمیدن و این کارگران الان با بدترین کاری که با آلوده ترین مسائل سر و کار دارن حتی از یه بیمه کامل تامین اجتماعی بهره مند نیستن و بیمه درمان کاملی ندارن و دائما ازشون پول هم میخوان برای بیمه های تکمیلی و این فقط کارگران رفتگر گیلانی نیستن، همه کارگران در ایران عملا دارن با اینجور دشمنی ها و اینجور از بین بردن حق و حقوقشون دست و پنجه نرم میکنن. آقای اوسانلو ببینید درباره وضعیت کارگران زندانی همینطور درباره کسانی که اشاره کردید به عنوان یعنی کارگرانی که به هر حال در زمینه کار و کارگری فعالیت میکردن مثل غلامرضا خسروی که اعدام شدند، واکنش سازمان های جهانی چی هست؟ آیا به طور پیگیر دنبال میکنن چون مسائلی رو واکنش نشون میدن؟ اعدام یک زندانی که قبلا محکوم به 3 سال زندان شده بود آوردن و اعدام کردن خیلی سریع به خاطر اینکه اشاره کردن به تلویزیون کمک کردن، به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق ایران. بله بفرمایید. البته اینکه عنوان سازمان یا اتهامات به خیلی از افراد میدن صرفا برای اینکه زمینه کشتار و شکنجه و زندان رو برای اون زندانی ها فراهم بکنن و الان کسی که نه تروری کرده نه کاری کرده گویم که یه کمک مالی به یه تلویزیون کرده که جرم نیست، اونم در حد اعدام. عفو بین الملل خب یک اطلاعیه سراسری داد، احمد شهید حتی درخواست آزادی این زندانی ها رو داشته به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر نسبت به شرایطی که در زندان های ایران هست و اوضاعی که بر کارگرها، کارمندا و مردم ایران می رود. همچنین نهادهای بین المللی حقوق بشری اعتراض زیادی داشتن روی این مسائل. حتی در آخرین گزارشی که من داشتم وزارت خارجه آمریکا نسبت به مسائل حقوق بشری و رعایت حقوق بشر به حکومت جمهوری اسلامی تذکرهای ویژه‌ای داشت که این خانمی که به عنوان سخنگوی وزارت خارجه از طرف حکومت جمهوری اسلامی برگزیده شده آمد با راه گم کردن و اشاره کردن به یه مسائلی که ربطی به موضوع نقض حقوق بشر در ایران داشت سعی کرد جوابی بده به اون درخواست رعایت حقوق بشر. یعنی اینطور نیست که بی توجه هم باشن و خیلی از نهادهای حقوق بشری به این مسائل نقض حقوق کارگران، نقض حقوق بشر در ایران اعتراض میکنن، بیانیه میدن. منتها این حکومت زیر بار این حرفا میخواد نشون بده که نمیره، ولی من فکر میکنم اگر فشارها فزاینده تر باشه، اتحادیه‌های بین المللی کارگری مثل ITUC، ITF و خود سازمان جهانی کار ILO بیشتر فشار بیارن، نتایج خواهیم داشت. از جمله اینکه همین جمعه قرار هستش که دوباره معترضین ایرانی و اروپایی، سندیکالیست‌های فرانسوی و سوئدی، آلمانی و ایرانیانی که مدافعان کارگران هستن در ژنو فردا دوباره جلوی این سازمان جهانی کار برن و اعتراض خودشون رو نسبت به حضور نمایندگان دولتی و حکومتی شوراهای اسلامی و انجمنهای اسلامی و نمایندگان دولتی که همراه هیئت دولتی به آیلو رفتن اونجا نشون بدن و به قولی از طرف کارگران ایران اعتراض بکنن به این کسانی که به نام دروغین نماینده کارگر در هیئت همراه به اصطلاح که برای ILO سازمان جهانی کار رفتن، اون اعتراض اونجا شکل بگیره و نامه‌های زیادی هم در این باره برای سران ILO داده شد. از جمله خانم شارون بارو یک نامه مفصلی نوشت
به نمایندگی از ITUC نسبت به نقض حقوق کارگران به سران حکومت جمهوری اسلامی و خواهان آزادی همه کارگران شد و این نامه به نمایندگی از 176 میلیون کارگر جهان در اعتراض به وضعیت کارگران ایران، زندانیان کارگری، معلم‌ها و همچنین دستگیر شدگان و کسانی که از ایران مجبور شدن جلای وطن کنند به دلیل فشارها و نجات جونشون، این اعتراض صورت گرفت که در رسانه‌های مسئول که مسائل کارگری رو توجه می‌کنن وسیعاً منتشر شد و در سایت‌ها و فیسبوک‌های ایرانی هم چاپ شد. از جمله خود منم در فیسبوک هم این اخبار رو منتشر کردم. ببینید مسئله این هست که در جمهوری اسلامی اعدام ها انجام میشه، هیچ وقت متوقف نشده. از 23 بهمن ماه 57 تا به امروز زندان های طولانی مدت و اعدام های مختلف، اما هیچ وقت به طور شفاف نیست، یعنی دادگاهی برگزار نمیشه. از روز اول چنین بود، اعدام های بر پشت بام مدرسه علوی، امیران و فرماندهان ارتش ایران پیش از انقلاب تا به امروز اعدام آقای خسروی، غلامرضا خسروی، پشت درهای بسته بدون وکیل مدافع، بدون که مردم بدونن چی هست. اونم حکومتی که مدعی حکومت الله بر زمین هست، زندانی که محکوم شده به 3 سال زندان میارن و بعد یک شبه تصمیم میگیرن که اعدام کنن، همونطور که در زمینهای دیگه این اتفاق افتاد. هنوز کسی روشن نیست که آقای ارژنگ داوودی به چه اتهامی در زندان، به چه جرمی در زندان، جرم ثابت شده ای در زندان. آقای رضا شهابی چرا در خود آقای حسان، آقای حسان هرگز برای شما دادگاه علنی برگزار شد، وکیل مدافع، خبرنگاران، مردم همه بیان ببینن، دفاعی انجام میشه؟ در جمهوری اسلامی که من میگم حکومت اسلامی، تو چیز جمهوری توش وجود نداره، همه چیز با نظر ولایت فقیه در شروع و آغاز و پایان ختم میشه، پس این حکومت فردی فرازمینی و آسمانی است. هیچ چیزی به عنوان آیین دادرسی رعایت نمیشه، مخصوصا خود دادگاه من که وکلای منم بعد از دادگاه نوشتن که این ادامه بازجویی ها بود و چیزی به نام دادگاه نبود. کسی که به عنوان رئیس دادگاه اونجا نشسته بود فقط من رو تهدید میکرد و از من میخواست که جرمایی رو که وزارت اطلاعات به عنوان نماینده دادستان نوشته قبول کنم تا به من حکمی ندن، و میگفت اگه قبول نکنی ما همین الان میفرستیم زندان. نه از وکیل مدافع خبری هست، نه علنی هستن این دادگاه ها و نه حق دفاع به متهم میدن و نه اصلا پرونده باز میشه که مردم بدونن چه خبره. ببینید غم‌انگیزتر اینه که همون روزی که آقای غلامرضا خسروی رو اینها اعدام میکنن در زندان اوین میبرن از رجای شهر، همزمان با ایشون 8 نفر دیگر رو در زندان رجای شهر اعدام کردن که صداش هم شنیده نشد و اصلا ما نمیدونیم این اعدامای گروهی 8 نفره، 10 نفره، 13 نفره، 23 نفره و گاه در زندان تایباد یا زندان وکیل‌آباد مشهد آمارش تا 200 نفر در طول هفته میره، همونطور که همزمان با اعدام آقای خسروی 8 نفر رو در زندان رجای شهر اعدام کردن و اصلا معلوم نشد اینا کی بودن همین 3-4 روز پیش. و این سیر اعدام ها و سیر کشتار مردم نوعی به نظر من هم انتقام جویی از اعتراضات مردمیه، هم عدم اعتماد به نفس حکومت در حفظ شرایط موجود و با این کشتارها ناراضی ترین افراد رو که به زندان ها برده به هر عنوان اونها رو میکشه که اگر شرایط اجتماعی تغییری توش اتفاق افتاد کسانی که شجاعت و شهامت اقدام دارن در بین مردم نباشن و اتفاقی نیفته و این کشتارها در اصل یعنی پیشگیری از به میدان آمدن آینده مردم است برای ایجاد جو و وحشت و کشتار کسانی که شجاعت دارن کاری بکنن در مقابل بیکاری و ترس و یأس دیگران. آقای اسندوی عزیز، اما این شیوه کشتار آیا تا کنون تونسته پاسخ مناسبی برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ یعنی شما میبینید اعدام ها همیشه ادامه داشت، اما اولین و آخرینش نیست آقای خسروی و بقیه، ولی بالاخره تا
تونسته به هدفی که میخواد برسه جمهوری اسلامی؟ در زندان نگه داشتن رضا شهابی، شکنجه دادن ارژنگ داوودی، کاظمینی بروجردی، همین. فکر میکنم که تاریخ نشون داده حکومتایی که بر خون و جنایت و کشتار و اعدام مردم خودشون استوار کردن پایه‌های محکمی ندارن. ما دیدیم که چه دیکتاتوری‌هایی، حتی مثل دیکتاتوری پینوشه در شیلی هم نتونست مقاومت کنه، یا حکومت سرهنگان در یونان، یا نظامیان ترک در کشور ترکیه، می‌بینیم اثری ازشون باقی نموند و به گورستان تاریخ یا زبالنان دان تاریخ فرستاده شدن. و هر حکومتی که بر پایه ظلم و کشتار و اعدام خودشو میخواد مبتنی بکنه نخواهد تونست که بماند، و نهایتا این مردم هستن که بر چنین حکومتهایی پیروز خواهند شد، فقط هزینه رو میبرن بالا. اما این جمهوری اسلامی اگه تا اینجا هم دووم آورده به عنوان یک حکومت اسلامی، این است که تمام ابزار این جنایت ها و کشتار ها و اعدام ها رو در پشت سنگری به نام دین و مذهب اسلام پنهان شده و میکنه و به نام دین و مذهب داره این کارو میکنه، که خب سالها طول میکشه تا توهم مردم به یک حکومت دینی و مذهبی که به نام دین و مذهب آدم میکشه، زندانی میکشه، زندانی ها رو امکانات درمان بهشون نمیده، مثل آقای حسن تفاح وکیل مدافعی آقای ماشاءالله حائری که به کما فرو رفت، و فکر میکنه با کشتن زندانیا به عنوان بیمار یا اعدام اونها مشکلاتش حل میشه، دوام چندانی نخواهد داشت. و میبینیم که هر روز موضع این حکومت اسلامی هم در نهادهای بین المللی، هم در داخل ایران در بین مردم، و هم نسبت مسائل حقوق بشری ضعیفتر شده و پشتیبانان کمتری داره. و در آمار جهانی میبینیم که در صدر کشورهایی است که نقض حقوق بشر میکنن، و همچنین بدترین شرایط اقتصادی و ریسک رو به لحاظ اجتماعی و سیاسی دارن، و کمترین رابطه دیپلماتیک جهانی رو با کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان. آینده خوبی نخواهد داشت، چیزی نمونده. آقای حسنلو، اگر به طور مختصر بفهمین که این موضوع رو ببینید، کودکان کار در ما چند روز پیش روز جهانی کودک رو داشتیم، کودکان کار در ایران، کودکان کارتون خواب، کودکانی که در قالی بافی ها مشغول کار هستن، مورد واقعا بدترین وضعیت کار مشغول کار هستن. این کودکان های تشکیلاتی هست از اینا حمایت کنه؟ تشکیلاتی هست از این بچه های نازنین ایران حمایت کنه؟ کودکان کار همون فرزندان کارگران و زحمتکشانن، همون فرزندان پدر و مادرهایی هستن که توسط سیستم موجود دارن به بدترین وجه، هم به دست سرمایه‌دارای حکومتی، هم به دست حکومتگران و کسانی که با راندهای حکومتی از نیروی کار این بچه‌ها استفاده میکنن، قربانی میشن در محیط‌های کار و کارگاه‌ها و کوچه و خیابان و بازار، که عکس و فیلم‌های زیادی هم منتشر شده که چه ظلمی بر این بچه‌های عزیز میره. و اینا همون قربانیان حکومت فاشیسم مذهبی هستن که هیچ توجهی به آینده و زندگی اونها نداره. کودکانی هستن که نتونستن ادامه تحصیل بدن، و طبق آمار حکومتی 4.5 میلیون نفر از اونها طی 2-3 سال گذشته از ادامه تحصیل باز موندن. کودکان بسیاری از اونها فرزندان کارگران افغانی هستن که مادران ایرانی ممکنه داشته باشن و شناسنامه به اونها ندادن، که اجازه نمیدن به مدرسه برن درس بخونن. و این نهادهای مدافع کودکان کار در ایران از دوران یعنی دهه 70 شکل پیدا کردن در جاهای مختلف، در دروازه غار، در مولوی، در ناصر خسرو، در پاسگاه نعمت آباد، میدان شوش و جاهای دیگه، و بعضی از شهرستان ها که علاقمندانی که به آینده و سرنوشت کودکان علاقمند بودن این انجیو های مردمی راه اندازی کردن. متاسفانه حکومت حتی به این انجیو های کودکان کار و خیابان هم رحم نکرد، بسیار از فعالین این انجیو ها رو به زندان بردن، به برخی از این انجیو ها رو تعطیل کردن، و به هر نحوی جلوی هر تشکلی که حکومتی نیست و میخواد مشکلی رو حل بکنه در داخل میگیرن. ولی با این حال هستن ایرانیانی که زیر این همه فشار تلاش میکنن که برای این کودکان کار و خیابان کاری انجام بدن، و حتی هممیهنانی از خارج کشور
نهادها و بنیادهایی تشکیل دادن و طریق این نهادها و بنیادهای حمایتی کودکان برای اونها امکانات مالی فراهم میکنن و بنیادها و مدارسی رو اندازی میکنن که در داخل کشور این کودکان بتونن ازش استفاده میکنن. ولی در مقابل سیل میلیونی کودکان بازمانده از تحصیل، چند تا مرکز کودکان کار و خیابان مردمی، انگار که شما یه کاشوق ماست رو به یه دریا آب بزنی دوغ بخوای درست کنی. سپاسگزار هستیم آقای منصور حسانلوی عزیز. امیدواریم زمانی در آینده نزدیک کودکان ایرانی وضعی به سامان داشته باشند، جایی که باید باشند زندگی خودشون رو بگذرونن پشت نیمکت‌های مدرسه و آینده روشن در برابر اونها، همونطور که کارگران ایرانی نیز صاحب حقوق خیش، بهره‌مند از دست رنج خیش، دارای زندگی شایسته خیش و دارای همه آنچه که سرزمین او در اختیارش میگذاره، درآمدهای ملی ایران زمین که کفاف زندگی خوب و شایسته و درخور انسان رو برای همه ایرانی ها در شکم خود داره، سرزمین ایران. امید چنین روزی. با سپاس دوباره از شما آقای منصور حسانلو. با همین امیدها من هم از شما خداحافظی میکنم و با آرزوی رسیدن به یک ایرانی آباد و آزاد. با امید به چنین روزی پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای غلام عسکری، فعال کارگری که پیش از این به زندان نیز رفته است در ایران، به ناچار ترک وطن کرده در اروپا ساکن شده است. کارگر ایرانی، اهل ادبیات و شعر نیز هست، شعر میگوید، میسراید. دور از وطن خیش با دلی گرفته و دلتنگ برای سرزمینش و همکارانش. سلام به شما آقای عسکری عزیز. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم و درود به همکاران شما در تلویزیون ایران فردا و درود به همه هموطنان گرامی هم در اقصا نقاط جهان. آقای عسکری عزیز، من از شما میخوام که مهمترین خبرهای کارگری در نیمه نخست برنامه آقای حسانلو صحبت کردیم درباره مسائل کارگری. در این بخش از برنامه پرسش ما این هستش که از دیدگاه شما وقتی که از اروپا نگاه میکنیم به مسائل کارگری در ایران، عمده ترین مسائل کارگری در حال حاضر چی هست؟ کارگران زندانی هست، اعدام کارگران، کارگرانی هست که در روزهای اخیر یا سالهای اخیر اعدام شدن، مسائل بیمه کارگری است، مسائل بهداشت کارگران هست، حقوق کارگران هست. اگر بخواییم دو عمده موضوع رو به ما بگین در مورد کارگران، چه خواهید؟ در درجه اول مهمترین موردی که الان مد نظر من هست آزادی کلی فعالین کارگری در سطح کشور. این موضوعی است که در واقع بستگی به اون دارد که رژیم جمهور اسلامی چون از وحدت، اتحاد و همبستگی جامعه کارگری وحشت داره، مجبور میشه که فعالین کارگری رو به بند بکشه. از این لحاظ من در درجه اول از اونجایی که آگاهی و همبستگی اتحاد دشمن واقعی هر حکومت استبدادی و دیکتاتوری است، از این جهت رژیم جمهوری اسلامی مبادرت میکند به دستگیری کسانی که فعالین کارگری هستند. یک. دوم این که از اونجایی که جامعه کارگری ایران مولد تمامی سرمایه های کشور میباشند، من میخواهم که کارگران به حقوق و مطالبات خود برسند
و وضعیت اسفبار زندگیشون که امروز در حکومت نایب امام زمان به این شکل تاسفبار منجر شده به وضعیت بهینه و به تدریج به مطالبات واقعی حقوقی خودشون برسن و از طرف دیگه بتوانن اتحادیه، سندیکا و تشکل‌های کارگری خود رو تشکیل بدن بدون هیچ گونه در واقع منعی. چرا؟ به خاطر این که رژیم جمهوری اسلامی تمام میثاق‌های بین المللی در رابطه با حقوق کارگران و حقوق شهروندی رو امضا کرده اما همچنان بی‌توجه به آنهاست و به سرکوب کارگران و فعالین کارگری و فعالین زنان و فعالین دانشجویی مبادرت میکنه. من. خب شما آماری دارید که الان به ما بگین مثلا در منطقه خوزستان، در خوزستان، استان خوزستان، بله، مجموعا چند کارگر زندانی ما داریم به طور نمونه؟ بله، حضور دارست کنم که کارگرانی که در واقع الان در استان خوزستان زندانی که به اون در واقع فعالین کارگری استان خوزستان الان که آخرین خبرها که به دست من رسیده عموماً چون با توجه به که دستگیری جوانان در واقع عرب ایرانی در اونجا الان شرایطش به وضعیت بحرانی رسیده، من آخرین خبری که به من رسیده الان در اهواز یا در استان خوزستان فعال کارگری که در واقع ما میشناسیم در زندان نیست اما از کار و ادامه کار محرومن یا از کار اخراج شدن، مثل آقای نجاتی، مثل آقای رضا رخشان، مثل آقای نکوفر، مثل سایر همکاران دیگه ما. و ولی من از اونجا از طرف دیگه میخوام این خرسندی خودم رو اعلام بکنم که کارگران ایران امروز در اتحادی فراگیر به مرحله‌ای رسیدن که رژیم جمهوری اسلامی رو به وحشت وادار کردن و همین تعدادی هم که از فعالین کارگری در تهران و در مهاباد و در استان کردستان به طور کلی و در آذربایجان غربی الان در زندان هستند، همین مسئله هم رژیم جمهوری اسلامی رو به وحشت واداشته و در جای جای ایران سعی میکنه این مسئله رو از طریق سرکوب یا اینکه با توجه به وعده و وعیدهایی که میده. یعنی چی؟ یعنی الان شرایط به گونه ای است که مثلا فرض میکنیم در جاهای مختلف در معادن در واقع سنگ آهن باف یا جاهای دیگه که قصد خصوصی سازی این معدن رو داشتن نتوانستن در مقابل کارگران در واقع تعدادی از فعالین کارگری اینها رو دستگیر بکنن و همچنان در پی این هم که به صورت مذاکره اگر اجازه بفرمایید مثلا فرض میکنیم برای این نمونه کارگرانی که در واقع در اعتصاب و اعتراض بودن، رئیس کارخونه‌ای به نام آقای رستمی با کارگران وارد مذاکره شده که مثلا مطالبات اینها رو پرداخت میکنیم. یا به دلیل چی؟ به دلیل این که امروز در جمهوری اسلامی بحران درونی خود رژیم و درگیری باندهای درون رژیم به حدی رسیده که افشاگری هایی که علیه یکدیگر میکنن، رژیم جمهوری اسلامی وحشت از این داره که در واقع اعتراضات و انفجارهای اجتماعی و در واقع انفجار گرسنگان به حدی برسه که باعث سرنگونی رژیم بشه. به این خاطر فعالین کارگری که امروز در زندان ها هستن بیشتر آنها در تهران منتقل به تهران شدن و در زندان های کردستان و آذربایجان غربی می باشن. بله، خب این فعالیت های کارگری آیا اثری تا به حال، یعنی در این مرحله ای که هست، آیا اثر گسترده ای در زمینهای بین المللی داشته؟ یعنی نهادهای بین المللی رو، البته ما داریم اخباری که واکنش های نشون داد میشه، ولی شما چه اطلاعاتی در این زمینه؟ حضورتون عرض کنم که اخیرا کنفرانسی در پاریس برگزار شد که از دو تن از همکاران ما از ایران به نام آقای علی نجاتی و آقای داوود رضوی که متاسفانه پاسداران رژیم از خروج آقای رضوی جلوگیری کردند، ولی آقای نجاتی تونست در این کنفرانس
حضور پیدا بکنه و مسائلی رو در واقع از مشکلات عدیده جامعه کارگری در این کنفرانس عنوان بکنه که مورد توجه تمام در واقع رؤسای سندیکاها و فعالین کارگری خارج از کشور واقع شد و از طرف دیگه پیام هایی که به جامعه کارگری ایران دادن، این پیام ها میتواند آگاهی بخشید بکنه برای جامعه کارگری ایران و از طرف دیگه در داخل کشور هم که من اطلاع دارم اعتصاب ها و اعتراضات برخلاف حتی میتوانم بگویم 3 سال قبل، امروز با اتحاد بیشتر، با آگاهی بیشتر و با انسجام و پایداری بیشتر داره برگزار میشه. به همین خاطر این در واقع کنفرانس ها و نشست هایی که خارج کشور برای حمایت جامعه کارگری ایران برگزار میشه تأثیرات بسزایی در اتحاد درون کشور ما داشته. خب در من خوزستان من میگم چون آقای عسکری از خوزستان هستن، اطلاعات بیشتری دارن نسبت به منطقه، نسبت به وضعیت کارگران در منطقه. در خوزستان استان به هر حال ثروتمندتری است نسبت به استانهای دیگه در ایران به اعتبار نفت، اما این ثروت خب نه به مردمش برمیگرده و نه کلن به طور عادلانه همه مردم ایران از اون برخوردار میشن. گروه ها، باند ها، بخشیش هم البته صرف اداره کشور به همین وضعی که میبینیم میشه. من تصور نمی کنم که کودکان بلوچستان بهره عادلانه ای از نفت شهر من و آقای عسکری یا بقیه داشته باشند، از مسجد سلیمان یا جای دیگه خوزستان، که اگر نفت مال اهالی مسجد سلیمان بود طبعا همه آماده بودند که کودکان بلوچ، کودکان ترکمن، کرد، هر کجا که هستند، مردمان همه مناطق ایران به طور عادلانه بهره‌مند بشن، نه باندهایی که بابک زنجانی ها بیرقدارش هست یا کسان دیگه یا باندهای امثال رفسنجانی ها و بقیه. به هر حال آیا شما در یک همچین استانی آقای عسکری عزیز با اخباری که دارید نشانه هایی میبینید از این که اوضاع به سمتی بره در دولت روحانی که کارگران به خواستهاشون دست کم برسن، خواستهای صنفیشون، پرداخت حقوق به موقع، داشتن بیمه های درمانی، تأمین اجتماعی، هر چه که هست، دولت روحانی چه کرده در همین مدتی که آمده برای کارگران؟ جناب چالنگی عزیزم، دولت روحانی طبق رویه همیشگی جمهوری اسلامی در واقع فقط برای ادامه عمر این رژیم اصلاح طلب اصولگرا برمیگردن به همدیگه، ولی همه معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستن. فقط تنها کاری که میکنه 8 سال به عمر این رژیم میافزاید. همین دولت تدبیر و امید آقای روحانی مثلا با وجود تمام گرفتاری هایی که شما اشاره فرمودید و من در جریان هستم که در استان خوزستان، در استان سیستان و بلوچستان، در استان بوشهر، در استان هرمزگان، در استان کرمان، استانهای جنوبی و جنوب غربی و جنوب شرقی وجود داره، میاد 250 میلیارد تومان به بازسازی عتبات عالیات عراق کمک میکنه، یا اینکه پاسداران میگن برای ساخت هر مسجدی 25 میلیون تومان ما کمک میکنیم در تهران، و آقای قالیباف شهردار تهران میگه 160 مسجد در تهران کم داریم. این رژیم برای اونچه در واقع حرکت میکنه و تفکرشه در جهت بقای عمر خودشه. در استان خوزستان که خود شما و بنده در زادگاهمون اولین چاه شماره در سال 1908 میلادی به نفت رسید، تا کنون به تدریج اگر بر ثانیه و دقیقه و ساعت روز و ماه و سال حساب بکنیم، محرومیت به تدریج بدتر شده برای مردم استان خوزستان و استانهای هومه و بهتر نشده. امروز استان خوزستان یکی از محرومترین استانهای کشور است با توجه به سرمایه های عظیمی که از این کشور برداشت میشه. مردم استان خوزستان یا
استانهای هومه یا سیستان بلوچستان یا بندرعباس یا کرمان یا بوشهر که خود بوشهر دارای ذخایر عظیم گازی کشوره، محروم ترین استانهای در واقع کشور ما هستند. و طبیعتا امروز وقتی که معاون آموزشی کشور اعلام میکنه که آقا 20 میلیون بی سواد کم سواد داریم، بقیه این مسائل رو باید انسان خودش درک بکنه که آقای خامنه‌ای ولی مطلقه تو که دستور 12 میلیارد تومان قرار میدی برای ازدیاد جمعیت کشور، 20 میلیون بی سواد کم سواد داری. آیا می توانیم بگوییم که منظورت از ازدیاد جمعیت چیست؟ آیا میخوای لشکر برای اسلام درست بکنی؟ آیا میخوای که فرزندان مردم رو از مهد کودک شستشوی مغزی بدی و در اختیار خودت و باندهای تحت امرت قرار بدی برای آینده و برای بقای خودت و حکومتت؟ این نیست؟ آیا دروغ نمیگویی؟ با توجه به این که امروز در شاخص فلاکت جهانی نقش شما جز اولین ها هستید، در فساد اداری و مالی جز اولین ها هستید، در اعتیاد و فساد جز اولین ها هستید، در سرکوب آزادی ها جز اولین ها هستید، در سرکوب روزنامه نگاران، سرکوب نویسندگان، سرکوب فعالین کارگری، سرکوب زنان، و حتی اخیراً دستور دادید، دستور مستقیم دادید به گزمه های تحت امرتون که زنان کم حجاب و بی حجاب رو مورد تجاوز قرار بدن. این وحشی ترین دستوری است که تاکنون شما در رابطه با زنان، یعنی بی حرمتی به مادران ایرانی، به خواهران ایرانی، به زنان ایرانی، به دختران ایرانی، که هرگز نمیتوان در هیچ مقوله ای از منطق نیست که بگویند آقا کسی که حجاب داره نجابت هم دارد. این رو در هیچ منطقی نمیتونیم ما بگنجانیم. و مداخلاتتون در کشورهای منطقه باعث فقر و فلاکت جامعه ایرانی شده. آقای عسکری، صحبت حجاب شد، وضعیت زنان کارگر اگه به طور مختصر و در موضوع صحبت کنیم ممنون میشه. وضعیت زنان کارگر رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون الان گزارش های زیادی بوده که زنان کارگر که برای زایمان میرن برحال به عنوان کارگر، بعد از بازگشت به کار پس از مرخصی دوره زایمان دیگه کارفرمایان بیشتر اونا رو به کار بر نمیگردن. بله. در این زمینه شما دکتر کلی وضعیت حقوقی زنان کارگر، اولا در تفکر آخوندها همچنان که قبلا هم عرض کردم، زن در جمهوری اسلامی دوتاش برابر یک مرده، حتی اون مرد اگر جنتی باشه یا اژه‌ای باشد. زنان کارگر امروز اولا روز به روز، آنچه که من روزانه اطلاع دارم، روز به روز تعدادشان در کارخانه ها و شرکت ها و ادارات رو به تقلیل است. چرا؟ به خاطر که جمهوری اسلامی قصد داره که به طور کلی شرایط کار رو برای جامعه زنان هرچه سریعتر تنگ بکنه و اینها رو خانه نشین بکنه. همچنان که در سخنان خامنه‌ای شنیدیم که گفت زنان اگر خانه‌داری کنن و بشینن و فرزندداری کنن و خانه‌داری بکنن لذت بیشتری داره. این معنی صحبتش اینه که به طور غیر مستقیم به گزمه‌هاش در ادارجات و در شرکت‌ها و در کارخانجات دستور داده که به روزانه از تعداد اینها رو به طرق‌های مختلف کم بکنه. اما در رابطه با اینی که زنان باردار وقتی به خانه میرن و دیگه نمیتونن برگردن، به این دلیلی که اولا کسی، یعنی اکثر این زنان در واقع شاغل سرپرستی ندارن و این نوزادها رو باید در واقع خودشون نگهداری بکنن و جایی هم ندارن که مثل اروپا جاهای نگهداری کودک یا جاهای سالم باشه برای کودکان. این از یک طرف. از طرف دیگه این زنی که با توجه به روحیه‌ای که برای ناسالمی روحیه‌ای که پیدا میکنه و شرایط تهدید و ارعابی که در ادارجات کارخانجات پیدا میکنه، مسلما وقتی میخواد به کار برگرده در مقابل اون کارفرما زبان و گویا نداره و از طرف دیگه از حقوق خودش هم نمیتونه دفاع بکنه. چرا؟ به صورتی که این مسائل به صورت انفرادی اتفاق میفته. فرض بکنیم 6 ماه بعدش نوبت خانم دیگه میشه در کارخونه دیگه، 8 ماه بعدش در کارخونه دیگه. اون چیزی که من روزانه اطلاع دارم، به این خاطر چون اجازه تجمع
به جامعه کارگر زن نمیدن که بتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن، به این خاطر به صورت انفرادی هن و کارفرماها اکثرا از بازگرداندن اینها به دستور البته اطلاعاتی ها و امنیتی ها سر باز میزنن و این زنانی که پس از فارغ شدن و زایمان کردن اینها رو خانه نشین میکنن. دلیل اصلیش همون دستور خامنه ای برای خانه نشین کردن زنان کارگر و در ادارات همینطوره، یعنی فقط زنان بله؟ کارگر نیستن. بله در ادارات هم همینطوره، یعنی بله؟ فقط زنان کارگر نیستن. زنان جناب چالنگی عزیز، جناب چالنگی عزیز، وقتی که بنده به عنوان یک فعال کارگری در مورد کارگر صحبت میکنم، پرستار، حتی پزشک، حتی معلم، حتی سایر مشاغل دیگه که حقوق دریافت میکنن، یعنی در ازای فروش فکر و نیروی بازوشون حقوق دریافت میکنن، اینها جزء طبقه کارگرن، هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی آلوده به آلودگی های دستگاه حاکمیت نشدن و از طریق فروش قوی فکری و قوی بازوشونه که در واقع امرار معاش میکنن. تفاوتی نمیکنه کارگران اداری یا کارگران کارخانه، زنان یا مردان، هیچ تفاوتی نداره. امروز پرستاران ما در عذابن، پزشکان ما الان خبر رسیده بیش از 15,000 پزشک به کارهای غیر پزشکی مشغولن. پس اینها جزء کسانی هستن که در واقع حقوق و مطالباتشون سرکوب شده و به شخصیتشون و به تحصیلاتشون وجهی در واقع قائل نشدنه، ارزش قائل نشدنه و اینها مجبورن به خاطر امرار معاش متاسفانه باید بگم بنگاهداری بکنن، تاکسی رانی بکنن، بستری فروشی بکنن، اینها هم کارگرن. تفاوتی نمیکنه. چرا؟ به خاطری که نمیخوان به آلودگی های دستگاه جهنمی ولایت فقیه که الان 82,000 میلیارد تومان 82,000 میلیارد تومان معوقه بانکی است، در صورتی که 15 میلیون جوان امروز در کشور برای 2 میلیون تومان وام گرفتن، 2 میلیون تومان وام گرفتن از بانک ها، باید پسر خاله و پسر عمو، دایی و همسایه و مغازه‌دار براش امضا بکنه، 2 میلیون نمیتونه بگیره. من فکر کردم میخواید بگید که برای 2 میلیون تومان باید پسر عمو و پسر خاله و همه اینا رو ببره گرو بذاره تو بانک. شاید هم گرو بذاره، در امضاشونه که گرو میذاره، باید در واقع خودشونه گرو میذاره، چون رأیشونه گرو میذاره. جناب چالنگی، 82,000 میلیارد در اختیار تقریبا 600 نفر که 20 نفر اونها هر کدامشون بالای 10 میلیارد از این معوقهای بانکی دارن. چطور اگر دست رژیم در کار نباشه، همون مطلبی که قبلا برای یکی از سازمان‌های خارج کشور نوشته بودم به نام طرح تومه سازی، این بخشی از تومه سازی است. بابک زنجانی، رضا زراب، امیر خسروی، منصور آریار، نمیدونم فاضل خداداد و دیگری و دیگری و شهرام جزائری و اینا بخشی از همون طرح سناریوی تومه سازی هست که رژیم با توجه به درآمدهای کلان شرکت‌های اینا رو در موقع مقرر دستگیر می‌کنه یا سرشون رو بالای دار می‌بره یا آقای اجرایی با گرفتن 400 میلیون دلار و 500 میلیون دلار فراریشو میده و میره تو مجلس با کمال وقاحت میگه که ما اینقدر از سرمایه‌های آقای بابک زنجانی مصادره کردیم به حساب کی رفته. سپاسگزار هستیم آقای جانم. آقای عسکری عزیز، سپاسگزار هستیم. به پایان برنامه رسیدیم. اگر 30 ثانیه به من اجازه بدی یک سروده در واقع برای خود دل خودم و جامعه کارگری در چند ثانیه من این سروده رو بخونم که محتوای تمام این صحبتهای که در این 30 دقیقه با هم داشتیم در این سروده نهفته است. اگه اجازه بدید من این سروده رو قرائت کنم برای و تقدیم کنم به تمام جامعه کارگری ایران. جانم چند خطه؟ چند؟ همین چیزی نیست. من الان اگر اجازه بدید سریع اینو قرائتش میکنم. من کارگرم، دل سوخته و محروم، پینه بسته دست و برهنه پا، وصل خورده بر پیراهنم از سر نیاز، زخ خورده بر تنم از شلاق زهاک، فتوا میدهد شیخ تو در حال آزمایشی. او میگوید از قول خدایی که خود آفریده است تا محرومیت مرا از حقم توجیه کند و حاصل دستنج هزاران چون منی را به یغما برد و فردا تکرار تراژدیه. او سیر و من گرسنه، او دارا و من نیازمند، او فربه و من رنجور، او بیغم و من غمدار، من در عذاب و او آرام.
چون میخورد از آنچه نمیداند چگونه آمده است. او میستاند ز من سود به نام خمس و زکات و میفروشد به من بخشی ز آخرت. اما هزاران سال بدین معامله نیاسودم که رنج بسیار دیدم و همچنان در پی حقی به یغما رفته و دوز در مقام دادستان نشسته. بر که برم شکایت از بیدادگران زمان؟ آری چاره در خیزش است و اتحاد، نه در خموشی و بیتفاوتی. چاره در فریاد است در مقابل ظلم و بیداد. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم و امیدوارم که در آینده با این حجمی که من نوشتم و آماده کرده بودم بتوانم باز هم در خدمتتون باشم و بخش دیگری از این دردها رو بازگو کنم و از همکارانتونم سپاسگزارم. سپاسگزار هستیم آقای غلام عسکری عزیز، با سپاس بسیار از شما. با امید به روزی که همه کارگران ایران به مطالبات مشروع خود رسیده باشند و همه مردم ایران. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندوس، سبلان، آسمان، ریزرد، کو، تفتان، دلاهو و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.